بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام خدمت حضرت عالی و ممنون از اینکه با این هم مشغله‌ای که داشتید بسیار پرتراکم و پرترافیک بود وقت شما توی چند روز، هم در کمیسیون امنیت ملی مجلس و هم در رسانه‌ها، و ممنون که مخاطبان تحریر میتونه تحریر شما رو داشته باشن. خب متاسفانه اسماعیل هنیه در تهران به شهادت رسید، بسیار غافلگیر کننده بود و من خودم واقعا چند ساعت شوکه بودم. اگر ممکنه اول اصلا خود این ترور رو بررسی کنیم، ببینیم اصلا این یعنی چی که در تهران یک ترور انجام میشه و بعدش هم تصاویری که هست یک ساختمانی عملا در بیابان انگار و از ارتفاعات میشه رو اونجا عملیات انجام داد. فرم عملیات قبل از اینکه وارد تحلیل و تبعاتش و واکنش ایران بشیم چه شکلی بوده و چجوری تونستن در واقع ایشون رو در تهران به شهادت برسونن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و دوستان و همکاران و همچنین بینندگان محترم برنامه. دقیقا خواهد چون من رسانه‌ای هستم بیشتر، لذا اینجور اتفاقات که میفته پیک کار ما میشه و راضی هم هستم از این زندگی رسانه‌ای و فکر می‌کنم نقش بشه داشت در تنویر افکار عمومی و کمک بشه به اینکه ما نسبت به تحولات بتونیم موضعی به هنگام‌تر و نزدیک به واقع رو بسازیم. موضوع ترور آقای هنیه و شهادت ایشون خب از چند جنبه در خور توجهه. از این جنبه که این ترور در شرایط اتفاق میفته که ایران میزبان یک نشست جهانی است. عملا از 80 تا کشور و همچنین سازمان‌های بین‌المللی مطرح در جهان نماینده‌هاشون اینجا هستن. تعداد زیادی سازمان‌های مردم نهاد و خبرنگاران و خلاصه همه دنیا روی ایران تو اون مقطع فوکوس داره که ببینه چه اتفاقی داره میفته و این نشست خروجیش چه هست، چه شخصیت‌هایی اومدن، چه شد، چه نشد. این اتفاق میشه گفت به نوعی بی‌اعتنایی هستش از طرف امریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی به قواعد و قوانین و هنجارهای بین‌المللی. این اولین نقص کار هست. و نکته دوم نقض حاکمیت ملیه. ببینید اینا همشون تحت دعوت ما اومدن و تحت در واقع حمایت و امنیتی که ما تأمین کردیم قرار دارن، مسئولیتشون با ماست و بنابراین ایران به عنوان عضو سازمان ملل، عضو نهادها و کنوانسیون‌های مختلف قرار داره و بنابراین بایست حقوق ایران رعایت میشد و بشه. ولی میبینیم آشکارا رژیم صهیونیستی و امریکایی‌ها که خودشون رو فرا قوانین و فرا مقررات میبینن راحت میان بی‌اعتنایی میکنن و نقض میکنن و یک میهمان ما رو به شهادت میرسونن. نکته بعدی، این اتفاق یک جور میشه گفت خدشه هستش به شخصیت ایرانی ما، اون غیرت و حس میهمان نوازی ما و اون اعتبار فرهنگی و تاریخی ما رو میبره زیر سوال. حالا آقای هنیه رو زدن، میتونستن هر کسی دیگری رو بزنن، نماینده زیمبابوه رو بزنن، نماینده ونزوئلا رو بزنن، نماینده یک سازمان اتحادیه اروپا رو بزنن که نمایندهشون اومده بود، و یا فرض بفرمایید چون آقای مورا هنوز هم تهرانه. هر کدوم این اگه اتفاقی براشون میافتاد و بیفته قطعا مسئولیت حمایت و پیگیری پیامدهای اون همش با ایرانه و این آشکارا از روی همه این نرم ها و از همه روی همه این موازین عبور کردن. و جالبش هم این است که داره تبدیل میشه به یک پدیده پذیرفته شده. این عادی انگار عادی. هر روز ترور کنه بره، یعنی هر کاری دلمون بخواد میکنیم. مثل فیلم هایی بود ما بچگی هم جوانی هم میدیدیم، ما شیکاگو مثلا فیلم های چیز نشون میداد گانگستری رو که مثلا مافیا میومد اونجا و همه رو به رگبار میبست تو خیابون و بعد
هنری بوگارد مثلا بازی میکرد، یه اتفاقاتی بود، اینا دنیا رو اینجوری نگاه میکنن. یه شیکاگوی بزرگ شده دهه 50، هر کاری دلش بخواد. وقتی اونجا اینجا دیگه بایدن و مثلا ترامپ ان که جای هنری بوگارد دارن و نتانیاهو، هر کی رو بخوام میکشن و میرن. خیلی جالبه، یعنی همون فرهنگ تاریخی خودشون رو که ملهم از اندیشه های در واقع منحرف خودشون هست، همون رو دارن عملیاتی میکنن. و بعد وقت جالبه که دیگران رو متهم میکنن، میگن که شما قوانین ما رو نقض کردین، تروریستین، ما باید شما رو بکشیم. یعنی اون مافیا که داره یک کسی رو میکشه، تو هم برای خودش یک قاعده داره دیگه، یک دینی داره، و طرف مقابل رو متهم میکنه به اینکه قوانین منو و نرمهای منو چون رعایت نکردی، شما رو ما میزنیم. تو من تو ایتالیا هم سفیر بودم، همین اتفاق میافتاد. مافیا در ایتالیا خیلی جالب میاد، مثلا بعد یک سوپرمارکت سوال میکردن، میگفت آره ما یه درصدی رو هر چند ماه یه بار نمایندش میاد اینجا، ما میدیم و اون مالیات میره. گفتم مگه من یه دولت هم؟ گفت نه، اینا بالاخره سهمی دارن. گفتم اگه ندی چی میشه؟ گفت خب بعدش امکان داره دیگه من فروشگاهمو نداشته باشم. به همین راحتی. یعنی یک فرهنگ سیاسی خاصه، ایدئولوژی خاصه دیگه که دارن. لازم خواهیم از این زاویه این خیلی بد بود. نکته بعدی که باز اینجا در شهادت آقای هنیه باید بهش توجه کرد، این که نشون داد که هم امریکایی‌ها که چند مورد این اتفاق افتاد، مثلا اون طرح بایدن رو که دادن برای مذاکره با حماس، حماس چی گفت؟ گفت من قبول میکنم این طرح پنج ماده ی آقای بایدن رو، پنج یا شش ماده بود، من اینو میپذیرم، اما تضمین میخوام. یعنی اگه من سه فاز رو اجرا کردم، در فاز چهار روم چه گارانتی میدن که آقای نتانیاهو زیر میز نزنه، خود بایدن امضا کنه؟ نکردن. ببینید بخواهم میگم، یعنی شو میداد که با هم یه کور رو دارن اجرا میکنن، بایدن، امریکایی ها و نتانیاهو و دولت صهیونیستی. اینجا هم حالا وقتی میان هنیه رو میزنن، نشون میده به هیچ عنوان اینا اهل مذاکره نیستن. چون اگه قرار بود مذاکره انجام بشه، باز بایستی آقای هنیه میبود دیگه. در قطر، در مصر نماینده های مستقیم کیا بودن میومدن که بخوام بین حماس مذاکره انجام بشه، توافق بشه با فرض بفرمایید فرستاده آقای نتانیاهو که موساد مثلا نمایندهش بود، و آقای ویلیام برنز هم تو این شرکت داشت، فرض کن مسئول اطلاعات مصر هم بود، نماینده نخست وزیر قطر هم بود. بنابراین دو طرف اصلی، یکیش مثلا میشه موساد، یه طرفش میشه هنیه دیگه. خب شما وقتی هنیه رو میزنی، بس بنابراین از اساس با توافق موافق نیستی و زمینه همه جور توافق از بین رفت. این که من همواره تو تحلیل قبلی هم گفتم دیگه، بازی رو 0-1 بسته هم آقای نتانیاهو و در بالاترش امریکا، فقط دنبال خرید زمان بودن که در سایه این زمان بتوانند ظرفیت های حماس رو و فلسطینی ها رو و جریان مقاومت رو به مرور آب کنن، ذوب کنن و از بین ببرن. باز به همین دلیل بود که من در چند مسابقه قبل تر، چند ماه پیش، عنوان کردم که الان بهترین فرصت بود برای اینکه ما جبهه رو باز میکردیم. اما دائم امریکایی‌ها به عنوان اینکه حضور مستقیم ندارن، مطرح میکردن که کسی وارد جبهه نشه، جبهه جدید باز نشه و تلاش کنیم که بحران تصاعد پیدا نکنه در منطقه. خب بحران... در حالی که سلاح دارن میدن، سلاح میدادن، اطلاعات هم که دارن میدن، اطلاعات هم که میدادن، سرباز هم میدادن دیگه. چون هم سربازای آلمانی بودن، هم سربازای تکاورای آمریکایی بودن که چند تاشون در اسارتن، همینا بودن. اما در مانور سیاسی میگفتن که تلاش کنیم که تصادم بحران نشه، و وعده صادق در واقع ایران رو وادار کرد که دیگه بیشتر از این پاشون از گلیمشون درازتر نکنن، و اون اتفاق افتاد و موازنه به نفع ایران تغییر کرد. ما اومدیم در فاز بالاتری از توازن و بازدارندگی قرار گرفتیم، از سطح موازنه با رژیم صهیونیستی رفتیم به سطح موازنه با ناتو و با آمریکایی‌ها.
این بود که شد دستاورد وعده صادق. متاسفانه میگم این کار حماقت آمیزی که اتفاق افتاد از طرف امریکایی ها و آقای نتانیاهو به نظر من نشون میده که توی چقدر اینا اشتباه محاسبه دارن. خب اون بحث وعده صادق رو یک موقعی یه فلاشبک بزنیم، اونجا موازنه به هم خورد ولی ما انگار رهاش کردیم، یعنی اولا اونم دوباره مثل یخ آب شد، اثرش رو از دست داد. چرا ایران رو پیشون نگرفت که اونو تثبیت کنه؟ عملا ببینید، یک وقتی من میگم موازنه، خب شما نمیتونید فقط وجه موازنه رو در مدیریت تهدید ببینید، همزمان بایستی مدیریت فرصت شما که بخش مربوطش میشه دیپلماسی و دستگاه سیاست خارجی، اون هم خودش رو ترازش می آورد بالا، ولی به دلیلی که اون تراز پایین موند، این مدیریت تهدید در همون سطح خودش باقی مونده که الان هم امریکایی‌ها میگم که دوچار اشتباه محاسبن. تصورشون هستش که اگر هنیه رو ترور کردن، در واقع یک مانوری از قدرت اسرائیل میشه در مقابل باز ایران، و در اون توازن رو پایین دارن نگاه میکنن. یعنی ایران در سطح قبلی خودش قرار داره توی اون برآوردی که دارن، و لذا با شهادت رسوندن آقای هنیه، اینها سعی کردن انفعال رو به ایران تحمیل کنن. چون خاطرمون هست قبل از عملیاتی که اینا صورت دادن، هم علیه حزب الله در لبنان، همزمان بعدش امریکایی ها و از طریق عملیات هوایی علیه پایگاه هشت شعبی، و این عملیات در تهران علیه هنیه. قبل از این ماجرا به این جنبندی رسیده بودن که عملیات گسترده و اقدام حزب الله قطعیه. چون عملیات حزب الله رو قطعی میدیدن، بنابراین در شرایطی که الان داره امریکا میره به سمت یک خلأ ساختاری، یعنی الان دیگه عملا بایدن من است که مرده یا زنده است، حتی یا در تخت مریضی افتاده، بنابراین اینها الان تو این شرایط که 100 روز باقی مونده به اینکه بخوان انتخابات دیگه حالت قطعی به خودش بگیره، تو این وضعیت نمیتونن کاری بکنن. دنبال این بودن که مانع از چی بشن؟ مانع از اون عملیات گسترده در منطقه بشن که قطعا در چنین وضعیتی نمیتونن یک مدیریت بحران مشخصی رو روی دست بگیرن. چون همونجوری که عرض کردم، مدیریت بحران که دارید انجام میدیم، هم مدیریت تهدید رو داری، هم مدیریت فرصت رو داری. مدیریت تهدید رو دارن، خب نیروهای نظامیشون، پنتاگون الان موضع گرفته دیگه که هر اتفاقی بیفته ما پشت سر اسرائیلی. اما مدیریت تهدید تنها کارگر نیست. در برای اینکه شما بخوای تغییر وضعیت بدی و وضعیت موجود رو ارتقا بدی و یا حفظش بکنی، مدیریت تهدید و مدیریت فرصت مثل یه پاتیناژ زوجیه. مدیریت فرصت الان معلوم نیست، خانم کامله هریس، آقای ترامپ، آقای بلینکن میخواد چیکار کنه، کی میخواد بهش ماموریت بده، چه ماموریتی انجام بدن، اینو ندارن. ولی در مدیریت تهدید آقای ویلیام برنز الان داره کار میکنه، تو پاکستان هم داره به هم میریزه الان. الان تو پاراچنار خب درگیریه بین طالبان پاکستانی با زینبیون و شیعیان در پاراچنار، که همین دو روز پیش 200 نفر رو اینها کشتار کردن، زخمی و بیشتر کشته بودن، 35 نفر رو سرشون رو بریدن، فیلمش هم گرفتن. خب این نشون میده که اینجا مدیریت تهدید آمریکا کار میکنه، اما خب بعدش میخواد چه اتفاقی بیفته؟ نقطه عزیمت کجاست؟ شما پاراچنار رو دقیقا یکی از ابزارهای برن زنید توی نقطه میبینید؟ همه جا همینه. یعنی الان شما طالبان افغانستان یا فرض بفرمایید در قفقاز جنوبی، ایستگاه‌های اسرائیل در این بخش در باکو و جنوب آذربایجان و عرضم به حضور شما در جای جای منطقه، خب الان اینا دارن کار میکنن. ناوگان دریایی آمریکا و بریتانیا اومده به نوار شرقی مدیترانه خودشو نزدیک کرده، تحت عنوانی که میخوایم مثلا شهروندای خودمون رو از بیروت خارج کنیم. اما از اون ور نماینده ویژه آمریکا داره در بیروت به کوب داره میدوه که آقا جنگی نشه، اتفاقی نیفته و پاسخی نگیرن.
از اون سمت شما نگاه میکنیم ببینید که در عربستان نماینده ویژه داره کار میکنه، که اگه شما میتونید وارد بشید مانع از این بشین که ایران واکنش نشون بده. از اون طرف شبکه یه نفوذ داخلی ما هم هستن که اینا هم خیلی مهمه. اینا ببخشید شبکه نفوذ تو نقطه داشته باشید توی اون شکل ترور تو اینجا فکر میکنید خرابکاری نشده؟ چون خیلی عجیب غریبه که سطح حفاظت از همچین شخصیتی. حالا ببین من یه نکته رو من بگم، میخوام اینو بگم، سطح ما از جنبه اون موقعیت بازدارندگیمون و قدرت عملیاتیمون دقیقا همون وضعیت دوره وعده صادقه، یعنی ما کماکان در بالا ارتفاعی. اینو نباید این شبکه های نفوذ و نوع تحلیلی که میکنن و با بزرگ نمایی عملیاتی که اینا انجام دادن آقای هنیه رو زدن. نه، یک به نظر من گاف حفاظتی هست که مسئله رو در حفاظت آقای هنیه یه مقدار ساده دیدن، به عنوان که یک الان نشست بین المللی همه هستن و بعیده که مثلا اتفاقی بیفته، لذا میبینید یه ساختمانی رو اختصاص میدن که این توی فرض بفرمه توچال قشنگ سیبله، نباید شما ببری مثلا مهمانی به این اهمیت رو ورداری بذاری توی نقطه سیبل و زدن یه همچین آدم کار ساده ایه. مثلا شبکه به اصطلاح بگم آنوسی ها و سانایی ها در ایران خیلی وسیعه، اینا هستن، یهودی هایی که بالاخره ارتباط دارن، همشون متصلن، دارن کار انجام میدن. ولی میخوام بگم شما گوشت بردی گوشت دم چنگ گربه، این دیگه میگه مادر بزرگ من هم بود این کار رو میکرد، اگر مثلا یهودی بود و متعهد بود بهش دستور میدادن، این کار بزرگی نبود این میخوام گندش بکنن. یه وقتی میگم اینجا خبت خود ما باید باشه، نه این اصلا اهمیت نظر من هیچ ارزش عملیاتی بالایی نداره که بخوام گنده کنم بگم ما چقدر چیز داریم. نه با این پراکنده عراض لوباشی داریم که اینجا با چه میدونم $2,000 میرن کار میکنن برای اینا، اسمی نیست. نه، ما اگه درست کار بکنیم، حفاظت اگه قوی باشه و دقیق ببینه، این اتفاقات نمیفته. بنابراین ما در موقعیت مدیریت بحرانمون و نیروهایی که داریم هیچ تغییر ایجاد نشده، ما همون قدرت و عظمتی رو که به منصه ظهور گذاشتیم تو وعده صادق امروز قوی ترش داریم. ما اتفاقا یه بازدیدی هم داشتیم از ظرفیت وزارت دفاع، واقعا شگفت‌آور بود. وقتی من دیدم اصلا به جرات مثلا قابل تصور نیستش. حالا شرایط جوری که به افکار عمومی هم من گفتم اگه بشه یه جوری اینا رو ما حداقل ببریم کسانی رو از نخبگانی که قابل اعتماد هستن اصلا بازدید بذاریم ببینن که ایران یعنی چی. بعد این کاری که کردن نمیدونم چون ریز پرنده‌ای رو بذاریم اونم از اون ورش، چون قشنگ تو دیده دیگه. درست. خب وقتی شما رفته گوشت گذاشتی اونجا، یه گربه پرید نمیتونه بگه شیر اومده که، گربه یه شغال هم باشه برمی‌داره میره یه کاری میکنه دیگه. نه، این میخوام بگم این قصه بود، ولی این به خاطر این بود که تصورش شاید نمی‌کردن که توی اینقدر اینا بی‌حیا باشن و اینقدر بی‌توجه باشن به نرم‌های بین‌المللی. یعنی این تجربه نشده بود این مدل. بله. که شما مثلا در جایی که 80 تا کشور هستن از همه جا هستن، تو بازم بخوای باز بی حیایی کنی بری جیب بری کنی مثلا، حالا ما هم جیب بر میری جایی که نشناسنش، بعد جلو مثلا یه سری آدمای بزرگ و با شخصیت مثلا بیاد یه همچین کار رو بکنه، میگن این دیگه خیلی رسواست. لذا میخوام بگم این اتفاق افتاد که الان داره بررسی میشه. من هم کلیاتی رو دارم همین حد میگم. خب پس اون فرمانی که نفوذ حالا مهم ها توی در واقع دستکار سیستم عامل نظام الان فعال که آدرس غلط بده عملا. خب این آدرس غلط دارن میدن دیگه. الان چند روز میبینم تو فضای مجازی یعنی همون تو زمینی دارن بازی میکنن که تکمیل کننده پروژه آمریکا نتانیاهو. اینو توضیح میدین چطور این کارم؟ ببینید یعنی تحمیل انفعال و اینکه ایران بتونه از طریق مذاکره و بلند کردن پرچم صلح با واسطه گری اتحادیه اروپا و نماینده آمریکا، نماینده کشورهای منطقه و این جریان داخل بیان بگن آقا الان موقع دیگه صلح شد دیگه، زدین خوردین، حزب الله زده مثلا در شمال،
شمال اسرائیل، اون اتفاقی که افتاد در منطقه بلندی جولان و اون زمینی که داشتن بچه دروزی ها بازی میکردن، یعنی دروزی ماشالله شمس، آره اونجایی که داشتن بازی میکردن، حالا همه اذعان دارن که این موشک مربوط به پاتریوتشون بوده که یا اون گنبد آهنین بوده اومده زده اینجا رو، بچه ها رو کشته، زخمی کرده، 8 کشته، نام 11 تا زخمی. حزب الله هم که دین تعارف نداره، هیچ وقت از حزب الله کسی گزاره خلاف ندیده، میگه اولا من در روزی ها بالاخره یه شاخه از اسماعیلی هم، یک اینا باشنده های سوری هم که الان اونجا موندن، خیلی وطن پرستن، وطن پرست، چون بره اونا رو بزن آخه. و بعدم اگر مال حزب الله بود که الان قطعاتش رو آورده بود اینجا، همه رو آنالیز میکردیم، توی بوکرنا میکردیم که اجازه ندن کسی اونجا وارد بشه. لذا از این زاویه وقتی نگاه میکنیم یه فیلمی رو درست کردن، آقای نتانیاهو هم تحت عنوانی که من شرایط فوق العاده است باید برسم به تل آویو، خودش میرسونه به اسرائیل و این پروژه رو اجرا عملیاتی میکنه بعد دیدار با ترامپ. یعنی طرف مقامات آمریکایی، چه ترامپ چه بایدن چه حالا سرویس اطلاعاتی، اونها میرسن به اینکه آقا ما باید جلوی اون وقوع جنگ فراگیر منطقه رو بگیریم. اگر این، من توی یک دو تحلیل قبلی من اینو گفتم دیگه، اگر این اتفاق بیفته عملا دولت جدید، دولت چهاردهم در ایران هم دیگه توی اون بازی‌های گذشته یا آقای روحانی نمیتونه بره، زمینه برای مذاکره نیست که، شما باید برید تو جریان کف میدان و اون الزامات ژئوپلیتیکی و الزاماتی که ناظر بر تحقق مؤلفه های امنیت ملی است، اون رو باید رعایت کنی که میشه اتحاد سه ستونه. یعنی ایران، روسیه، چین هستن که در صورت بندی نظام بین الملل باید اینجا چیکار کنن؟ نقش و سهم خودشون رو به دست بیارن، توقف کنن. روسیه و چین که دارن کارو میکنه، ایرانی که وایستاده، هزینه داده، ژئوپلیتیک منطقه رو حفظ کرده و امروز مقاومت در بالاترین تراز از موقعیت خودشه. شما 10 ماه پیش یمنی داشتی تو این جایگاه، 10 ماه پیش حزب الله تو این حد از مانور بود. هر روز که میگذره مقاومت داره بارز و بارزتر میشه. نیروهای یمنی الان در سوریه، در عراق، در لبنان همه مستقر شدن، رسیدن، خودشون رسوندن. یمن اومد از کار انداخت بنادر اسرائیل رو، اصلا اجازه نداد که اینا بخوان لوجستیک کنن امریکایی از طریق دریا. خب این اینا قدرت بودی، اینا خود همه دنیا متوجه شد و وعده صادق دیگه اوج و نهایت این حرکت بود که تمام ناتو، بریتانیا و امریکا، همه تمام قد 10 تا کشور وایستادن که سپر دفاعی درست کنن برای اسرائیل. الان که دیگه، چون میگه اسرائیل تنها ظرفیتی هم که داره که با لوجستیک کامل آمریکایی اتفاق میفته عملیات هواییه، اما هیچ وقت عملیات هوایی تعیین کننده صحنه جنگ نیست. صحنه جنگ در میدان و کف و نیروی زمینی خودشو نشون میده، جایی که میری میگیری. و الان کل منطقه لحظه شماری میکنه برای خونخواهی، به ای زنبان قتلت، به کدام این جرم شما یه همچه غلط هایی رو میکنی. نظر این شرایط وقتی نگاه میکنی، اونجا وقت شما میفهمی که شبکه نفوذ کیه و چی هن اینا. چون اصلا اون مدل دیپلماسی آقای روحانی که منفعل کردن کشور و برون سپاری ظرفیت های ملی مثل برجام هسته‌ای و بعد برجام 2 و 3 و 4، من هی دارم تکرار میکنم، این یک پروژه بود، توافق نبود و با برجام هسته‌ای شروع میشد و با برجام در واقع حقوق بشری ایران دیگه منقاد میشد، تازه تموم نمیشد، تازه ایران میبردن برای محاکمه که شما از دیوار آمریکا هم رفتی بالا راستی، اونم باید جوابشو بدی. شما در 598 بالاخره بازم 8 سال مقاومت کردی، شما قرار نبوده مقاومت بکنی، همونجوری که در لیبی میگن، به لیبی میگن شما حق مقاومت نداشتی که، جمعش کردن رفت داغونش کردن شد یه بیابون، سودان شد بیابون، افغانستان شد بیابون. شما حق نداری برای خودشون دولت تشکیل بدی بگی انا رجل، ما هم هستیم.
ایران الان 45 ساله هم وایساده هم دیگران رو نگه داشته. یمن میدونه چقدر اینا هزینه کردن؟ میلیارد ها میلیارد دلار عربستان هزینه کرد. امارات و عربستان 700 میلیارد دلار هزینه کرد. 700 میلیارد تازه دلارشه. 8 سال. خب تو 8 سال کی این کارو کرد؟ تونست 800 میلیارد 700 میلیارد رو خونسا کنه. ظرفیت ایران. این که من میگم ظرفیت نرم اصل مؤلفه ایست که باید محاسبه بشه به همین خاطر دیگه. چون ظرفیت سخت قائم به ظرفیت نرمه. هیچ چیزی جایگزین ظرفیت نرم نمیشه. تانک و توپ و اینها. ظرفیت نرم که در رأسش میشه ظرفیت گفتمانی، مؤلفه‌های ژئوپلیتیکی، تاریخی، زبانی. ببینید حضرت آقا ملاقاتی که رئیس جمهور تاجیکستان میکنه کاملا خصوصی، حضرت آقا چه ملاحظاتی رو بهشون میگه؟ این وقتی صحبت هایی که با هم میکنن نشون میده ببین چقدر یک باره اینقدر هیچ مانعی وجود نداره. یا فرض کن از طرف ارمنی که میاد چه توصیه‌ای میشه؟ همش برای حفظ ژئوپلیتیکه. تغییر در نقش ژئوپلیتیک ایران بر نمیتابه. یعنی ایران در واقع محور تمدنیست و این داره معادلات رو تقویت میکنه. حالا از اون یه شبکه نفوذ میاد اینجا و دائم داره سینه میزنه برای سهیونیست و طرف آمریکایی و غربی که منافع اونا حفظ بشه، حضورشون در منطقه باشه، پایگاهشون حفظ بشه به ضرر کشورهای منطقه. چه بلایی سر عراق میاد مهم نیست، چه بلایی سر سوریه میاد مهم نیست. 8 سال دوره روحانی کسی در سوریه کار کرد؟ ما نفر هشتم بودیم از جنبه معاملات تجاری و حتی شاید بگم فرهنگ. این شگفت انگیز بود. آخر لیست بودیم. ترکیه‌ای که کمر سوریه رو زده بود سوم بود در مبادلات تجاریش. در عراق هیچ نظمی رو نتونستن شکل بدن، ول کردن. و این اتفاقی که حیدر لبادی کار کردن برعکس بود، خیلی بد کار کردن. و این الان شما نگاه میکنید این یه سیره گذشت دیگه. دستگاه دیپلماسی میتونه این کار انجام بده. و این شما الان میبینید که مثلا در یه هفته قبل طرفای عراقی با آمریکایی‌ها دارن سر برخلاف مصوبه مجلس عراق دارن راجع به حفظ پایگاه دارن با هم مذاکره میکنن و از همون پایگاه بلند میشن، پایگاه هشت شعبی که فرزندان خود عراق هم میزنن. اینا میخوام بگم اینا داره یعنی یه جریان ضد امنیت ملی منطقه است و کشورها. این وضع افغانستان اینا همش مربوط به دوره روحانی دیگه. یه جای تناقض پیش میاد. از یه طرف امریکایی‌ها با بایدن میگن آقا جنگ گسترش پیدا نکنه، گسترش پیدا نکنه. از طرف دیگه نتانیاهو میاد کاری میکنه که ایران مجبور میشه واکنش نشون بده. این چجوری قابل جمع؟ اینا واکنش ایران هم دیگه بین، چون زمان مهمه. تمام تلاش نتانیاهو این هستش که برسونه مسئله رو به تعیین انتخابات آمریکا. که با این امید که نتانیاهو چیز ترامپ باشه، حتی اگه بایدن هم باشه. الان میگم بدترین وضعیت برای صورتبندی معادلات منطقه خلای قدرت. خلای قدرت این نکته مهمه. دو اینکه گفتن خب ما هم شب، چون میتونست اگر چنانچه همین اتفاقو شکل نمیدادن، آقای هنیه رو نمیزدن، هشت شعبی رو نمیزدن و یا فرض بفرمایید به حزب الله حمله نمیکردن، شاید الان حمله حزب الله اتفاق افتاده بود. یعنی گزاره روی میز الان پس گزاره رو میزه. اینا همیشه میگفتن ما میذاریم رو میز، الان ایران گذاشته روی میز. منتهای مراتب دیگه آخرین کاری که دستشون بر اومد گفتن آقا ما هنیه رو میزنیم، شاید اینجا با شبکه نفوذ داخلی و دیپلماسی غربی و منطقه‌ای ایران رو بتونیم مهار کنیم. درسته که نمیدونم، مدیریت تهدید دست ساختار اجرایی نیست و این اتفاق میفته، قوی هم اتفاق میفته و باید هم بیفته. ما این زمان اگر دست بدیم برسیم به دوره تعیین ریاست جمهوری آمریکا، این وضع هم برای حماس پیش بیارن. حماس رو هم در واقع الباقی رو هرچی که مونده این سلمست دیگه، در کرانه غربی بیان هر کاری که دلشون میخواد بکنن که الان تظاهراته، بیان مردم رو سه ماه هم برای مردم که ده ماه دارن شکنجه میشن، سه ماه هم خیلی مهمه دیگه. یه فردی که میره تو آی سی یو زمان ساعت هم مهمه. یعنی الان یا حماس
جان تازه‌ای میگیره و فلسطین در واقع به آزادی میرسه و میان حداقل میان خون بیشتری میدن برای اینکه به آزادی برسن. این اتفاق و تحولات بعدی رو در جهان عرب خواهیم داشت، در جهان اسلام خواهیم داشت. ببین یک روح جدیدی دمیده میشه، یعنی وعده صادق دو باید روح جدیدی رو به منطقه تزریق کنه که دفعه قبل تزریق کرد. اینا فهمیدن، متاسفانه در داخل ایران نفهمیدن، نذاشتن مشخص بشه. لذا این وضعیت به اعتقاد من وضعیت بسیار حساسی است و خون شهید هنیه قطعا میتونه نقطه عطفی باشه در تحولات ده ماه گذشته و کلا تحولات این سالهای اخیر در غرب آسیا. و بنابراین من تصور میکنم اون بازی 0-1 که آقای نتانیاهو شروع کرد، این به 0 نزدیک داره میشه. با این شبکه صنایع در داخل ایران هم غلطی نمیتونن بکنن. ما اگه دقیق خوب کار بکنیم، اینا هستن، حاجی هم دارن توشون، زیاد دارن، اینا مهم نیستن. مهم این هستش که ما درخ دقیق حرکت بکنیم. این حرکت اتفاق افتاده به نظر من تمام یک راه حل بیشتر براشون دیگه الان به نظر من تو این ساعت صفر که دارن نزدیک میشن به نظرم نمیرسه. هیچ چیزی نمیتونه جلوی وعده صادق دو رو بگیره الا شادی فلسطینیا. شادی یعنی چی؟ چیزی رو خوشحال باشن؟ یعنی باید اتفاقی رو شکل بدن در غزه و در منطقه که اینا وقتی دارن شادن و رقص و پایکوبی میکنن به عنوان پیروزی، ایران خب دیگه چاره نشوشه، نمیتونه براشون شادیانه بفرسته که آتش بازی آتش بفرسته اونجا که نه فلس نه حزب الله نه ایران میبنده دست ایرانو. اون موقعی است که جهان یک سره، یعنی غرب به خصوص، دولت فلسطین و استقلال مردم فلسطین رو به رسمیت بشناسه. اسرائیلی هم فرار کنن برن داخل بگن آقا ما دیوارمون رو کشیدیم، پشت دیوارم کاری به کاری کسی نداریم. ولی انقدر اینا خونریز و بدذات و در واقع بدعهد و اینا، چیزی که قرآن میگه راجع بهشون، شخصیت یهودی ها اینا هستن که نمیتونن عقل سلیم پیدا کنن. باید این وعده صادق دو اتفاق بیفته. یعنی الان دو گزینه بیشتر ندارن، یا زودتر خودشون رو جمع کنن، چون قطعا در وعده صادق دو برای کشتی ها هم فکری میشه. اینجوری نیست که اینا فکر کنن، یعنی اینا اگر حیفا رو از روتون احتمالا دیگه یا به کشتی رانی، نه کشتی هایی که خود آمریکا و انگلیس آوردن ناوگان جنگیشون، اونا خودشون سیبلن. درست. الان اینا هنوز نمیدونن چه معادلاتی براشون داره جور میشه. منم دارم تحلیل میکنم و شناختی که دارم از ظرفیت ها مطمئنم که این دفعه کافه حسابی به ضررشون به هم بریزه. این خبرها نیست، اینا الان ششو بش میکنن. ولی این وعده صادق دو اصلا قابل مقایسه، قابل تصور نیست با وعده صادق یک. وعده صادق یک تستی بود، 300 تا موشک و پهباد انواعش رو فرستادن ببینن که چه واکنش هایی رو میبینن در ثابت کردن اینها، سیستم پدافند هویج، ضمن اینکه فقط مراکز نظامی خاص رو هدف گیری کردن. این دفعه دیگه اینجوری نیست. بنابراین اینا رو پدافندشون رو تست کردم و نسخه شون این دفعه با داروی مؤثر پیچیده میشه. هنگام یعنی اینا اتفاقی که داره میفته و اصلا منطقه دستخوش یک اتفاقی میفته که اون حس عربی و حس اسلامی کاملا منطقه رو خواهد گرفت. از این زاویه من تصور میکنم که این یک اتفاق بسیار مؤثر و مهمی خواهد بود. حالا برای آقای پزشکیان هم خیلی خوب شد، یعنی من تحلیل کردم از برزخ در اومدن گاره ایشون در میاد. یعنی اصلا این کمیته هایی که داده دست این عناصر، اینا اصلا توی کارویژهشون برای شرایط برجامیه، برای معاصل خوبن. آره، برای شرایطی که مقاومت داره صحنه گردانی میکنه اصلا به درد نمیخوره. ما قطعا بایستی روسیه، چین و ایران یک ستاد مشترک بزنن سریعتر بعد از این تحولات. این ستاد مشترک رو داشته باشن هم در حوزه های نظامی همکاری ها و در واقع، چون صورت بندی جدید در کل منطقه و جهان
رسما تغییر خواهد کرد. اینطوری نیست که اینا فکر کردن. من فکر میکنم جبهه شرقی راغبه بعد از سقوط بالگرد شهید رئیسی. روسا گفتن آزیم تحقیق کنیم ببینیم که موضوع چی بوده. آره پوتین گفت. حالا جالبه دیدم یکی از این صهیونیست‌های داخل چیز گفت، گفته که حالا گفته که حالا ایرانی هم میفهمن که ما چطوری هلیکوپتر آقای رئیس رو زدیم. چی گفت بود اینو؟ یکی از شخصیت داخل رژیم صهیونیستی، از این کسانی که توی سطح رسانه میگن آدم جنجالی هم هست، ولی به این اشاره کرد بکنه. عجب بابا، چطور ممکنه شما همچین حرف رو بزنیم؟ لذا من میخوام بگم یه همچین ادعاهایی هم دارن الان میکنن و اینکه ما نقش داشتیم در این قضیه، یعنی میخوام بازدارندگی ایجاد کنن. ببین انقدر نفهمن که فکر میکنن سطح کار در همین حده. بابا شما اگه سطح هنیه رو بزنی، هنیه های جدید داره تولید میشه. اصلا جریان مقاومت قائم به افراد نیست. 70 سال ترور موفق کردن هیچ اتفاقی نمیفته. ببین الان سنوار 10 تا سنوار درست شده. میدونی؟ این نیست که تو فکر کنی سید حسن رو بزنی تموم شد. نه، 10 تا سید حسن درست شده. چون فرصت داشتن اینا که تکنیکشون رو بگن دیگه. من بنده مثلا به عنوان تحلیلگر سبک تحلیل خودم رو تسری دادم. حالا خیلی عمل بهتر دیگه تحلیل میکنه وقتی که این سبک رو میگیرم. خب منم نباشم ده تا دیگه همسایه دور من میان اینجا. اینطوری نیست که مثلا صهیونیستا باشن جزم و بسته و عصبی و خلاصه دوگ که اینا 20 تا اعضای کابینشون بدن کل رژیم صهیونیستی سقوط کرده. شما الان شخصیتشون رو میرن لیست کنن دیگه، ببینن چند نفر دارن. 4 تا جنرال لایق ندارن. کلش رو جمع بکنی واقعا 20 تا آدم ندارن. اصلا دیگه ندارن، بعد میرن واشنگتن بیارن. یعنی سرباز، یعنی نفر آمریکایی بیارن که دیگه واقعا دیگه نمیتونه بگه من اسرائیلی ام که. لذا میخوام قضیه اینطوریه و لذا الان این اتفاقات به اعتقاد من داره به نفع چپ مقاومت خوب جلو رفته و این انفعال هم که دارن آقایون کمک میکنن مثلا در واقع تحمیل کنن، این هم به نظر من یه خواب خوشیه که دیدن تعبیر نداره. این هم از این زاویه. در مجموع فکر میکنید نتانیاهو داره عملا کاری میکنه که جریان منفعل در ایران رو تضعیف میکنه و داره جریان جدی رو تقویت میکنه عملا؟ یعنی خیلی وقتا ما تو تردیدم هستیم، ما رو از تردید خارج میکنه. تو وعده صادق حضرت آقا خیلی اصرار داشت که حتما انجام بشه و خیلی که وسط وایساده بودن که دیگه دیرن نه، این توانش هست، ضربه اساسی هم زدیم، خیلی هم خوب شد. یعنی عملا به سود جبهه مقاومت سود ایران در تمام شد. بله، ولی اونها روی شبکه نفوذ فکر میکنن، شناخت خوبی هم روی مدیریت تهدید ما ندارن، شخصیت رو نمیشناسن و یا فکر میکنن که این شبکه نفوذ اینقدر دیگه الان داره اون توانو که بخواد این کار انجام بده. مردم ایران هم نشناختن، یعنی دست امروز نظام ببنده که پاسخ نده. امروز این در واقع تجلیلی که شد در مراسم در واقع مشایعت جسد آقای هنیه بی نظیر بود. یعنی تهران میدونی که روز بسیار داغی رو داشت. کسی 5 دقیقه نمیتونه عادی زیر این آفتاب وایسه. ببین صدها هزار نفر اومدن خیابون آزادی رو از دم دانشگاه تا میدان آزادی چندین کیلومتر دیگه. ببین چه جمعیتی اومد زیر اون آفتاب داغ. یعنی نشون داد ایرانی که از هویت خودش، از شخصیت خودش به هیچ عنوان نمیتونه بگذره. شما جسارت کردین، اهانت کردین به شخصیت ما. و اصلا فلسفه وجودی انقلاب و ایستادگی ما تو این 45 به خاطر هویت و شخصیتمون بوده، شخصیت ایرانی اسلامیمون. ما جلو این وایسادیم دیگه. حمله عراق اولین کاری که کرد با جغرافیای هم سیاسی ما، جغرافیای طبیعی ما و جغرافیای سیاسی و هویتی ما اینا برخورد کردن. برای همین لور و کرد و بلوچ و همه اومدن وایسادن و برخورد شد با نه تنها عراق که با هم سوسیالیسم هم با ناتو. یعنی ورشو و ناتو همه با هم کنار هم بودن دیگه در جنگ 8 ساله. مثلا میخوام بگم الانم اینها شاهد در واقع یک تغییر در معادلات منطقه خواهم بود و متاسفانه یا نتونستن بفهمن کار رو به اینجا کشوندن. تنها راش اینه که بگم دیگه آخرین شاید بگم ساعت هاست یا جهان شاهد یک پایکوبی و شادیه فلسطینی‌ها باشه که ما رو دست پامون رو می‌بنده. یعنی این رو
میشه فقط براش چیز کرد. نه اینکه بیا بگی الان موقع صلح، صلح با کی؟ مثلا قاتل امام حسین رو شما بیای بگی که من میخوام الان باهاش صلح کنم. نه، امروز مختارها دارن میان تو صحنه. یعنی میخوام تشبیه کنیم، چون سنوار میگه، میگه امروز کربلاست و من هم جز عاشورایی ها هستم. سنوار رو میگه، هنیه الان اینجوری شد دیگه، مظلومانه شهید شد و امروز مختارها دارن میان از سراسر منطقه برای اینکه انتقام بگیرن از این رژیم معاویه ای که در اسرائیل الان حاکمه. این رو این دوران میگم خیلی به زودی شاید یه تحولات اساسی خواهم بود. من از این زاویه فکر میکنم که اینا هم آب در هاون میکوبن و این به نفع آقای پزشکیان هست. آقای پزشکیان باید هرچه سریعتر یک عناصر سیاسی امنیتی کارآمد و مؤمن انقلابی رو در واقع مأموریت بده و در واقع یک رایزنی های مشترک داشته باشن برای شرایطی که ما در پیش داریم. از این صحبت ها که میریم و حتی اینا نگران اومدن ترامپ هم هستن، چون من موقع هم گفتم اگه ترامپ بیاد که قطعا باز معادلات منطقه‌ای تغییر میکنه، اما خوشبختانه زود کلید خورد. این به نفع ما شد، چون در تحلیل قبلی گفتم ترامپ اگر بیاد سعی میکنه فعلا روسیه و چین رو از ایران جدا نگرداره و بعد متوجه روی ایران بشه. الان این اتفاق که افتاد با زدن هنیه در واقع سرعت گرفت کار، یعنی ماجرا دیگه متفاوت شد و باز ایران، روسیه، چین کماکان در کنار هم هستن و خواهم بود و باید ژئوپلیتیک منطقه رو از شر تروریسم خلاص بکنن و رها بکنن. اگر به حیفا حمله بشه، چون امور اشراش یا همون ایلات که از مدار خارج شده در جنوب در دریای سرخ، و یکی از سوالی بود که چرا ایران و حزب الله حیفا رو نمیزنن، چون اولا بندر دیگه شون کور میکنه، منطقا الان باید این اتفاق بیفته، اون وقت چه بلای سر لوجستیک و امکانات اسرائیل میاد اتفاق بیفته؟ الان اتفاق افتاده، وضع خوبی نیست. اینا هیچ کدومشون مرد جنگ نیستن که. حالا این میگم وعده صادق دو یک نقشه راه و نقشه جنگیش خیلی گسترده تره. اون فقط یه تست بود، این دیگه الان نتیجه عملیات در وعده صادق توی این کاری که دارن انجام میدن، مأموریت همه جبهه‌های مقاومت مسئولیتشون تعیین شده و تعیین خواهد شد دیگه. ماجرا فرق میکنه، امکان نداره خود آمریکایی‌ها بیان نمیتونن کاری بکنن. کل منطقه آماده درگیری، صدها شاید میلیونی ماجرا. اینجوری نیستی بذارن هر خاکی دلشون خواست بریزن. سردار حاجی زاده گفته در تمام جبهه فعال میشه، همه جبهه فعال خواهد شد ان شاء الله. یعنی باید این ریشه جرثومه فساد کنده بشه از منطقه. تا که ببینید عاقبت این نردبان افتادنیست. حالا بعد ببینیم که وضعیت رو کی درست میتونه مدیریت کنه، یا اینا میرن بالا نردبون که ما میندازیمش پایین، یا اینا امید داشتن که به کمک شبکه نفوذ ایران بره رو نردبون بیفته پایین. الان خدا خواست که اینا دارن میرفتن رو نردبون و لذا الان آماده است که این نردبان بیفته دیگه. الان موقع خوبیه، یعنی ما این صد روز برای ما طلاییه. آمریکایی هم هیچ کاری نمیتونن بکنن و اتفاقا حالا همون چیزی که آقای نتانیاهو در سخنرانیش در واشنگتن میگفت همین رو هست دیگه، میگه بعد از ما نوبت شما خواهد بود، در حالی که ما اصلا کار با آمریکا نداریم. ما منطقه‌مون رو میخوایم و ما میگیم لا عبد و ما تعبدون، ما هجمون نیستیم. میگیم شما اون بره جو، ما میبره جو. 9000 کیلومتر اینجا چیکار داری تو آقای آمریکا؟ کسی هم نه اربابی تو رو قبول داره که خدای تو مثل آقای روحانی، و نه اینکه اجازه میدیم که بخوای بیای در حوزه مقاومت ایفای نقش بکنی. بله مثل بقیه کشورها دیپلماتت بیاد، روابطتون عادلانه باشه، کار به ما ربطی نداره. ولی اون دیگه نگاه، اون موقعیت هژمون و ارباب رعیتی اصلا معادلاتش تو منطقه مقاومت قابل بسته شدن نیست. اصلا منطقه نفس میکشه دیگه، باید بکشه. این اتفاق به نظر من خوبه و روسیه و چین هم دارن همین رو تحلیل میکنن. قطعا این فرصت برای روسیه و چین هم طلاییه، چون اگر این وضعیت که چکار کنن؟ اگر این وضعیت رو اینها
در تثبیتش و موفقیت این عملیات نقش ایفا کنن، قطعا مسئله تایوان هم حل میشه براش. یعنی بازدارندگی نابتقاران از این برای اون هم اتفاق میفت، قطعا اوکراین هم دیگه کارش یه سره میشه. یعنی من میخوام بگم ببین اینجا وقتی که میگن سه تهدید معتبر ایران، روسیه، چین، الان باز اولویت افتاد به غرب آسیا. ما در غرب آسیا مدل رو تغییر بدیم، اوکراین هم تغییر کردیم که روسیه هم کاری به اروپا نداره. من نمیدونم چرا سیستم رسانه‌ای یا خبری روسیه اینقدر ساکت و لخته، خیلی لخته. شما دونباس رو گرفتی، دونسک و لوهانسک رو، کریمه هم داری، همش اینا روستوارا، کار دیگه نمی شما ندارم اینجا مال ماست، برین. فقط ما ناتو اینجا نباید پیدا شه، تا موقعی ناتو پیدا شه ما عملیات میکنیم، برو کار دیگه تموم شد دیگه. چین هم بحث سیاست یک چینه، تایوان حق نداره بخواد پایگاهی باشه برای آمریکایی‌ها در به هم ریختن معادلات پاسیفیک، زندگیشون دارن میخوان شما زندگی رو بکنه. ببین خیلی حرف خیلی منطقیه، این که میخوان شما بازی درونه اینجا اوضاع تثبیت بشه، اونجا هم تثبیت شده است. به جهان چند قطبی، حداقل دو قطبی ما شاهدش هستیم، اروپا هم تغییر میکنه. اروپا هم دیگه توان نداره، نمیکشه که بخواد دوباره بیاد تو اینجا درگیر بشه. توی این همه تو اوکراین زور زدن، چیکار کردن؟ اتفاق نیفتاده که. حیثیتش هم رفته، شکاف داخلی هم داره به وجود میاد. اروپا هم میتونه نفس بکشه، بره ارتش اروپایی درست کنه. ناتو هم بیان بیرون، نیاز نیست که جی دی پی شون رو مثلا 2% بدن به ناتو که آمریکایی‌ها بهشون بگن بمیر یا نمیر. خودتون زندگیتون رو بکنین. روابطتون هم به آسیای غربی نزدیکه، به غرب آسیا نزدیکه، به آسیا نزدیکه، شما با ما تنظیم میکنه رابطتون. کسی مخالف حضور اروپایی‌ها در منطقه که نیست که. بازی ناتو رو بذاریم کنار. روسیه هم گاز ارزون رو رسونده، برام تجارت راه میفته، همه چی برمیگره به پای خودش دیگه. نقش صهیونیست که وقتی نابود شد، اون سلطه‌اش از بین رفت، تموم میشه دیگه. یعنی تمام دار و مدار معادلات بیقراری از یه نظر وابسته است به صهیونیست، و اگر اینا رو زدن رفت، قرار پیدا میشه، تعادل پیدا میشه، آرامش پیدا میشه. ببین الان همه این منطقه به این موضوع آیندهش بستگی داره، یا ادامه ناامنی و جنگ ها و ناجایی شدن و بیجا شدن و به هم ریختگی و ترور، و یا اینکه ثبات، شکل گیری یک منطقه روشن، منطقه گرایی، حرکت آزاد جمعیت، مناسبات تجاری خوب و راحت، زندگی راحت تر. ببین همش اینجا الان ما بین 0 و 1 صهیونیست گیر کردیم. به نظر من این بهترین فرصت هست. این فرصت طلایی رو نباید ایران، روسیه و چین از دست بدن. خب اینجا تناقضی بازم هست. حالا فرض کنید در میدان اتفاق افتاد. خب الان در عمل سخنگوی دولت آقای پزشکیان شده آقای ظریف، که باز حرف خودش رو میزنه. ظریف یعنی توهین به لاوروف در امضای برجام، ظریف یعنی بیرون کردن چین در بعد از برجام. خب حالا ما اینجا من از همین فرصت استفاده هم عرض کردم دیگه که ایشون واقعا باید یک هنوز دولتی تعیین نشده آخه که بخواد سخنگوش باشه. ایشون خودش پیشتاز ستادش بود و آره بوده باشه. آقای پزشکیان اومده اینجا قسم خورده، آقای پزشکیان اینجا مسئوله، نطقش انصافا بی‌نقص بود، خیلی عالی. آقای پزشکیان آمد در واقع اینجا وعده داده و مسئولیت داره، و آقای پزشکیان است که در پیشگاه ملت رهبری و در نهایت در پیشگاه خدا باید جواب بده. کسی از ظریف سوال نمی‌کنه که، نه سر پیاز نه تای پیاز. لذا اینه بزنیم که آقای پزشکان باید بدونه شما 16 میلیون رای داری، نماینده 60 میلیون رای نیستی که بالقوه. 14 میلیون شما جلی بوده، بس باید وفاق ما باید بیاییم توی این معادله که در 4 سال بعد این 16 میلیون بشه چقدر؟ حداقل 40 میلیون. چون 45 سال پیش بنی‌صدر 11 میلیون رای داشت، اولین رئیس جمهور ایران. یعنی این رأی شکننده ای، رأی با 30 میلیون جمعیت، با 30 میلیون ما الان 90 میلیون جمعیتیم، شما 16 میلیون رأی آوردید، آقای رئیسی 18 میلیون رأی داشت. لذا من میخوام بگم شرایط آقای پزشکیان الان همه زیر ذره بین دارن، ایشون به هیچ چیزی نمیتونه، مگه بخواد به حرفای ظریف اتکا کنه که اتفاقا بحران پیدا میکنه. این دیوار دیوار قابل اتکایی نیست. ایشون باید نگاه کنه که شما 15 16 میلیون رای که داری، 5 میلیون از دوره بنی‌صدر بیشتره.
پس بنابراین اگر خوب کار کردی، وعده‌هات رو عملیاتی کردی و سفره مردم، عزت مردم، مقاومت و آرمان‌های انقلاب و قرآن رو شما عملیاتی کردی، قطع به یقین در دوره بعد 40 میلیون رأی خواهی داشت. ایشون باید برای 4 سال بعد به 40 میلیون رأی فکر کنه. ولی با ظریف باشه من فکر کنم کار خیلی ما میریم وارد یه بحران بی ربطی میشیم. نه، ایشون باید به نظر آدم بالاخره تحصیل کرده یه جراح بالاخره داره یه سری، درسته که در حوزه مسائل اجتماعی تجربه بالایی نداره و دیده خوش سابقه جوان جپم داره. آره، اما بالاخره آدم خوش سابقه، یه آدم پاک دستی بوده، هیچ کسی شکی راجع به این مسائل نداره. موازی هم که در مجلس اعلام کرد و قسمی که یاد کرد، اینا همش قابل اعتماده و اتکاست. ملت هم الان حتی اون کسانی که بهشون رأی ندن اما آمادن که بهشون کمک کنن. وفاق ملی که ایشون میگه در سایه توجه به کلیت ایرانی، ایشون رئیس جمهور 90 میلیون جمعیته، اونایی که رأی دادن یا ندادن یا مخالف بودن، بالاخره امروز رئیس جمهور همه هست ایشون. از این زاویه اگر ما بخوایم مسئله رو بریم جلو و این شرایطی که الان میتونه برای ایشون فرصت طلایی باشه، ببینید یه نظر منفیه چون شروع کارت با شهادت شروع شده، یعنی همون روزی که شما قسم خوردی شبش هنیه به شهادت میرسه، این خیلی منفیه دیگه یه نظر. اما یه نظر شما اگر در این راستای شهدا و انقلاب حرکت بکنی، برکت خون شهید موجب خواهد شد که شما رئیس جمهور درخشان و تاریخی بشی و برسی به اون چیزی که دیگر رؤسای جمهور آرزوشو داشتن. یعنی میخوام بگم ببین تو چه وضعیت خاصی ایشون قرار داره، میتونه خوشنام و تاریخی بشه و میتواند در واقع عدول کنه از اون چیزی که قسم یاد کرده و موضع وفاق ملی باشه و اتکا کنه به مطالب تاریخ مصرف گذشته و بیپایه افرادی مثل ظریف که در این صورت ایشون باید بدون عاقبت خوشی نداره. ببین الان همه چیز این گونه است و بنابراین به نظر من فرصت طلایی است برای آقای پزشکیان که کاپشنشو بپوشه، واقعا لباس بسیجشو بپوشه تا این معادله رو حل کنه. این معادله در واقع نامیمون رو که غرب به ما تحمیل کرده به نفع امنیت ملی و به نفع حفظ ژئوپلیتیک منطقه و به نفع آرمان‌های انقلاب حل کنه و بعد ببین تاریخی میشه یا نه. اصلا در 4 سال دوم فکر کنم هیچ کی حاضر نشه بشه رقیب آقای پزشکیان، میشه یک رئیس جمهور واحد، همه هم میرن 60 میلیون نفر بهش رأی خواهند داد، که موقع میشه 65 میلیون نفر میرن به آقای پزشکیان رأی میدن. ببین چه فرصت طلایی داره آقای پزشکیان. یعنی اگه به تناب پوسیده ظریف و امثال اون متوسل بشه میفته سقوط میکنه، و اگر چنانچه واعتصموا به حبل الله جميعا، اگر به حبل الله ایشون در واقع توسل پیدا کنه و به فرمایشات مقام معظم رهبری و قولی که به ایشون داده و قسمی که پیشگاه نمایندگان ملت خورده، به اعتقاد من آسمانی میشه، میمونه در تاریخ ایران و اصلا ما در یک تراز جدیدی از سیاست در داخلی و بین المللی قرار میگیریم. اصلا تراز کار تغییر خواهد کرد انشالله. خیلی هم میگن که پاسخ احتمالاً دیگه چند هفته طول نکشه، این منطقی به نظرتون؟ بله، چند هفته که دیگه اصلا میره، نه این خیلی زودتر از این حرف خواهد، ولی حساب شده است. یعنی یه مقدار اینا باید دقمرگ شن که ببینن کی این عقاب رو سرشون میاد وارد میشه. این یه مقدار چیز داره، اما کار خیلی ظریف و پیچیده است انقدر که من اطلاع دارم از حواشی کار. بسیار عالی، خیلی متشکر از منظومه کاملی که برای مخاطب ترسیم کردید. سپاس از حضورتون، ممنون از شما. معید بشید. ممنون، خدا نگهدار.